بگم تنها کشوری که روی کره زمین بر مبنای اسطوره‌شی گرفته اسرائیل. زیر سوال بردن اسطوره‌های اینها دقیقاً شبیه به حمله موشکی است. اسطوره که امروز ما می‌خوایم بررسی بکنیم اسطوره کتاب مقدس. یک، اولا ما قائل بر این هستیم که این کتاب مقدس چی شده؟ تحریف شده. نکته دیگه اینه که اصلاً نیاز به تحریف شدن هم نیست. آدم مریض میره اون چیزی که لازم داره رو همون دست میذاره. مگه وهابی ها با اشاره به آیات قرآن شیعه نمیکشن؟ قرآن تحریف شده؟ نه خیر. پس چطور این کارو میکنه؟ اون تیکری که لازم داره رو استفاده میکنه. ما آقا میگیم، شما میگی که ما 39 عهد عتیق 39 تا کتاب، عهد جدید 27 تا. مسیحی‌ها عهد قدیمو قبول دارن، یهودی عهد جدیدو قبول ندارن. یعنی شما عهد قدیمو که داری مثلا بحث میکنی در موردش، روی سخن شما فقط یهودیان نیستن، کیان؟ مسیحیان هستن. بعد ورژن های مختلفی که وجود داره، عهد عتیق چی؟ عبری، یونانی یا سامری؟ اینا با فرق داره. مثلا در مورد تورات، از تورات براتون مثال برم. موسی همانطور که خداوند به او دستور داده بود پسران ارشد بنی اسرائیل را شمرد. اصلا شما میبینید حضرت موسی که این کتاب برش نازل شده، خودش اینجا چیه؟ سوم شخصه. کل عهد عتیق رو زیر و رو بکنی یه جا پیدا نمی‌کنی حضرت موسی غیر از سوم شخص باشه. یعنی خدا بهش میگه ای موسی برو این کارو بکن. یا مثلا شما ببینید سفر تثنیه باب 34 نگاه بکنید. موسی خدمتگزار خداوند چنان که خداوند گفته بود در سرزمین موآب درگذشت. در اسرائیل پیامبری مانند موسی نبوده است که خداوند با او رو در رو صحبت کرده باشد. هیچ کس تا به حال نتوانسته است قدرت و معجزات شگفت انگیز را که موسی در حضور قوم اسرائیل نشان داد ظاهر سازه. تموم شد، بعدش نمیشه. خب زبان شناسا اومدن گفتن ما حداقل چندین جور زبان شناسی تو این میبینیم، ادبیات تو این میبینیم. یا مثلا در تورات سفر پیدایش باب 46 آیه 21 میگه پسران بنیامین بالع، باکر، اشبیل، جیران، نعمان، ایها، رش، مافیم، حفیم و آرد بودند. در کتاب اول تواریخ از عهد عتیق میگه پسران بنیامین اینها بودند، بالع، باکر و یدیئیل. این یدیئیل اصلا نبوده اولین بار اومد، اون بقیه هم اصلا نگفت، دوتاشون گفت. باز تو دوم تواریخ که مال یه نفره، اول تواریخ و دوم تواریخ مال یه نفره، توی اونجا چی اومده؟ فرزندان بنیامین به ترتیب سن اینها بودن: بالع، اشبیل، اخرخ، نوح، راما. این سه تا آخری اصلا کلا برای اولین بار اومدند. خب پدر بیامرز، مگه مشخص نبوده هر دفعه داری چیزی کشف میشه؟ چه بس اون یاد نقض میشه؟ اونا قبلا بوده الان دیگه نیستن. ما میگیم عیبی نداره، توراتی بوده، قرآن ما هم اشاره کرده، اما از بین بردینش، گمش کردید. بعدها نشستن بر مبنای نقل‌های شفاهی که داشتن چیکار کردن؟ وارد کردن دوباره. الان زبانشناسان اشعار اوگاریتی رو در تورات تشخیص دادن. یعنی کسانی که باز دور داشتن بر اولین با وارد میکردن تحت تأثیر داستانهای محلی خودشون هم بودن. حالا همین مسیحی ها که عهد عتیق رو قبول دارن، درسته؟ اینا دو شاخه مهمشون رو ما بررسی میکنیم، بیشتر نه. از جمله مثلا خدمت شما عارض بشم، کاتولیک و پروتستان. در کاتولیک سفر توبیا یا توبیت وجود داره، در نسخه پروتستان ها وجود نداره تو کتاب مقدس. به درد نمیخوره حسبش کردن. سفر یهودیت جودایت در کاتولیک ها وجود داره، در پروتستان ها حذف شده. سفر استر، تفسیر رویای مردخای، نامه به خشایارشاه، نامه دوم به خشایارشاه، دعای مردخای، دعای استر، وارد شدن استر بر پادشاه، وارد شدن و یعنی باب 5 آیه 1ش تا باب 5 آیه 2ش، توی اینها شما میبینید در بحث خدمت شما عرض بکنم نگاهی که کاتولیکا به کتاب مقدس دارن هست، اما در پروتستان ها حذف شده. سفر اول مکابیان اینا دارن، پروتستان ها ندارن. سفر دوم مکابیان اینا دارن، پروتستان ها ندارن. سفر یشوع ابن سیراح اینا دارن، پروتستان ها ندارن. سفر نبوت باروخ اینها دارن، پروتستان ها ندارن. تتمه سفر دانیال فصل 13 و 14 تا آخر و سرود عزریا رو اینها دارن، پروتستان ها ندارن. یا مثلا در همین کتاب مقدس سه تا نسخه داریم، سه تا ورژن: ورژن عبری، ورژن سامری و ورژن یونانی. در ورژن عبری حضرت آدم 130 سال عمرش ذکر شده، در سامری 130، در یونانی 230. 6 105 105 205 آنوش 90 90
190. قینان 70 170. یارت 162 62 262. حالا عیبی نداره، سر 200 سال سن دیگه بحث و معامله رو به هم نزنید دیگه. لامک 182 53 188 کاملا متفاوت. عمر دنیا از هنگام خلقت آدم تا طوفان نوح در نسخه عبری 1656 ساله، در نسخه سامری 1307 ساله، در نسخه یونانی 2262 ساله. اختلاف مدت از زمان آفرینش آدم تا تولد عیسی مسیح علیه السلام در عبری 4004 سال، در یونانی 5872 سال، در سامری 4700 سال. نام کوهی که موسی توصیه کرد روی آن هیکل را بنا کنند، عبری کوه ایبال، کوه لن، کوه خشک و آری از برکت، سامری کوه جرزیم، کوه با برکت و پر از آب، در نسخه یونانی کوه ایبال، کوه برکت و همان کوهی که قربانگاه خداوند بر آن بنا شد، تثنیه 27:4. ده فرمان در نسخه عبرانی و یونانی 10 تاست، در نسخه سامری 11 تاست. روز قیامت در نسخه عبری و یونانی اصلاً به هیچ وجه اثری از قیامت وجود نداره، اما تو نسخه سامری صراحتاً از قیامت صحبت شده. توماس میشل در کتاب کلام مسیح ترجمه حسین توفیقی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم چاپ اول 1377 صفحه 32. در قدیم مردم معتقد بودند که موسی تورات را نوشته است، اما مطالعات جدید کتاب مقدس نشان می‌دهد که پاسخ به مسائل به مسئله اصل و منشأ اسفار تورات از آنچه در ابتدا تصور می‌شود دشوارتر است. تورات در طول نسل‌ها پدید آمده است. در ابتدا روایت‌های وجود داشت که قوم یهود آن را به طور شفاهی به یکدیگر منتقل می‌کردند. سپس روایات مذکور در چند مجموعه نوشته شد که برخی از آنها در باب تاریخ، برخی در باب احکام بود و سرانجام در قرن 5 قبل از میلاد این مجموعه‌ها در یک کتاب گرد آمد. یعنی 800 سال بعد از حضرت موسی. کسانی که در این کار طولانی و پیچیده شرکت کردن بسیار بودند، یعنی نوشتن این دست های در کار بوده، و نام اکثریت قاطع آنها را تاریخ فراموش کرده است. به عقیده یهودیان و مسیحیان الهام الهی در همه مراحل تألیف تورات همراه و پشتیبان بوده است. اینا نمیتونه اینو درستش کنن، میگن عیبی نداره، اینی که میخواست جمع‌آوری کنه به وحی وصل بوده. اگر این وصل بوده چرا تو کتاب اول و دوم تواریخو که داره مینویسه چرا اینجا خوده؟ اولا که تورات رو نقص کرده در مورد بچه‌های بنیامین، بعد دو همونی که خودش داره مینویسه هم درست نیست. باز پنجمین بخش تورات سفر تثنیه. آقای توماس میشل میگه دانشمندان معتقدن این بخش از تورات به دنبال یک حرکت اصلاحی میان یهودیان در عصر پادشاهی یوشیا و پیامبری ارمیا در قرن 7 قبل از میلاد تعریف شده است. زبان شناسا میام بررسی میکنم، به خاطر همین کاری که اینا کردن سری بردن به زبان یونانی، بعد از یونانی بردن به انگلیسی که یک کلام بکنن. فهمیدی چی شد؟ ویلدورانت میگه ولتر دانشمند فرانسوی در صحت و اصالت تورات شک و تردید کرده است. زاپاتا میگه تناقضات تاریخی تورات کاملا آشکار است. آدام کلارک میگه پس از تتبعات فراوان به این نتیجه رسیدم که تورات اصلی در همان فتنه‌های اولی از بین رفته است. هرومان میگه نسخه اصلی تورات و الواح احکام عشره یا عشره، یعنی دهگانه، پس از مرگ موسی در صندوق شهادت و علمای بنی اسرائیل طبق وصیت او هر چند وقت یک بار 7 گفته بود توی تورات هست، یک بار آنها را قرائت میکردن. آن نسخه با همان صندوق قرنها پیش از میلاد مسیح تومه آتش جنگ ها و حوادث تاریخ گردید و بعدها گروهی از جمله عزیز یا از رای یهود به تدریج با کمک گرفتن از محفوظات و مکتوبات به نگاشتن تورات جدید اقدام نمودند. که ایشون هم یک کاهن بوده، یعنی پیامبریش بر ما اثبات نشده و اگر پیامبره چرا اون تحریفات رو از بین نبرد؟ این چه حضرت موساییه که پدرش با عمش ازدواج کرده؟ این چه جور حضرت، این چه جور خداییه در تورات که میگه آقا میدونید میگن گوساله رو کی ساخت؟ تو تورات کی میگن؟ نه دیگه، قرآن سامری رو کرد، میگن هارون ساخت. هارون مگه جانشین حضرت موسی بود یا نبود؟ بود. حضرت موسی میگه من رفتم هرچی این میگه. حالا اینی که هرچی این میگه اومده میگه به گوساله بپرستیم، مردم چه گناهی کردن این وسط؟ غیر اینه؟ مردم چه گناهی کردن؟
بعد جالب خدا که برمیگرد، وقتی حضرت موسی برمیگرد، خدا با هارون کاری نداره، پدر مردم رو در میاره. این چه جور خداییه؟ ما آیه قرآن داریم، ببین چیه برای من، چیه قطعی است. قطعی است.